شاید آنها پیام آن موقع ایران را درست دریافت نکرده. این صدای غرش از دل کوه است. در بازدید از این پایگاه همراهی می‌کند. سلشگر باقری طراح سلاح‌های نقطه‌زن و تجهیزات جنگ الکترونیک قبل از آنهای ایران که رسانه ملی اجازه دارد تنها بخشی از آن دلیل استقرار این اسکادران‌ها پایگاه عقاب 44 خواهد بود. یکی از این تسلیحات موشک کروز آصف است. ما برای اینکه هواپیما و پهپادهای ایران در کنار تسلیح دشمنان ما که معمولاً دچار محاسبات غلط میشن، گاهی برخی از این توانمندی‌ها رو ببینند، اینها کمک میکنه که آرامش بیشتری در جهان حاکم باشه، آرامش بیشتری در منطقه حاکم باشه. این پایگاه‌های زیرزمینی ایجاد کنه. این پایگاه تان را به دلایل حفاظتی نشان دهد، تاکتیکی میتواند تا چند ماه در صورت نیاز سوخت. این موشک سلاح ایرانی جنگنده سوخو 24 است و ما اجازه انتشار اطلاعات بیشتر از برد این موشک راهبردی را نداریم. مداومت پروازی این جنگ و مأموریت‌هایش را انجام دهد.